الرحمن الرحیم موضوع برنامه امروز ما موفقیت تحصیلی است شاگرد موفق به خوبی میدانه چطور در مواقع ضروری مطالعه بکنه و چطور تمرکز کنه تا بتانه موفقیت خودش رو تضمین کنه شاگرد موفق کسی است که میدانه چطور استراحت کنه چطور برنامه ریزی هدفمند داشته باشه و چگونه زمان خودش رو مدیریت بکنه تا هیچگاه دچار کمبود وقت نشوه شاگرد خوب از زمان خودش در سنف بهترین استفاده رو داره شاگرد خوب و شاگرد موفق میدانه از اوقات خودش چطور استفاده کنه شاگرد موفق کسی است که میدانم چطور در درس ها یاد بگیره همون قسمی که وقتی که نمره بلند میبره لذت میبره خودش و فامیلش خوشحال میشه با یادگیری خوب هم خوشحال باشه و زمینه موفقیت خودش رو فراهم بکنه پس شما شاگردای عزیز امروز جز شاگردان موفق هستین که برنامه ای رو با شما امروز اجرا میکنیم به افتخار خودتان بچه ها <applause> پس شاگرد موفق رو فهمیدین که باید درست برنامه ریزی بکنم درست وقت خودش رو تایم خودش رو تنظیم کنم تا با یک موفقیت دست پیدا کنم حالا موافق هستین من ویژگی های شاگرد موفق رو برای شما بگویم شما چه کار کنید؟ حرفایی که من برایتان تان میزنم ویژگی های شاگرد موفق رو خودتان بسنجید چقدر این ویژگی ها در شما وجود داره اگر این ویژگی ها در شما وجود داره شما اونها را در خودتان تقویت کنید بیشتر کنید اگر کمتر در شما وجود داره تلاش کنید اونها را به وجود بیارید درست است؟ ویژگی های یک شاگرد موفق چند نکته است یک شاگرد موفق کسی است که مطالعه رو تبدیل به اولویت خودش میکنه شاگرد موفق اولویت اولش در زندگیش مطالعه خوب است یعنی ساتری نمیکنه زمانی که داره از او زمان به بهترین وجه ممکن استفاده میکنه و مطالعه میکنه شاگرد خوب کسی است که وقت شناسه میدانه از زمانی که در اختیارش هست چطور استفاده کنم در مکتب تایمی که میآید سر سن و استادایش تدریس میکنه یا در یک برنامه آنلاین حضور داره میدانه این تایمی که برای درس هست چطور از او استفاده کنم و چطور خودش به موفقیت نزدیک کنه شاگرد موفق کسی است که صادقانه کار میکنه هیچ وقت کار خودش رو به دوش دیگران نمندازه هیچ وقت در هیچ کاری در هیچ زمینه ای از دیگران استفاده نمی کنه. شاگرد موفق شاگردی است که متمرکز هست یعنی در تکالیف انجام تکالیفش در درس خواندنش تمرکز خودش رو حفظ میکنه هیچ چیزی تمرکز این شاگرد رو از بین نمیبره چرا چون او یک انسان موفق است. انسان موفق کسانی هستند که توانند از زمان خودشان بهترین بهره رو ببرن به خاطر چی؟ به خاطری که تمرکز بهتری باید بکنن بچه های عزیز من میخوایم به شما یک نکته رو بگویم روز اولی که ممکن است شما وقتی درس میخوانید نتانستین تمرکز کنید سر سنف وقتی در درس حاضر شدین شما کتاب رو گرفتین برای مطالعه میبینید که یک چیزی به ذهنتان میرسه در ورقی، کاغذی که خرد است نوشته میکنید مثلا این کار ما باید انجام بدم بلند نمیشین از سر درس برین و کار انجام بدید چند لحظه میگذره یک نکته دیگه به ذهنتان میرسه میخواین او رو انجام بدین بازم ده این ورق خودتان یا ای کتابچه تان می دو سه چهار پنج مورد رو یادداشت میگیرین بعد از پایانی که درس شما بود برای زمانی که برای وقت اختصاص دادین میرین اونا رو انجام بدین این یکی از نکات بسیار مهمی است و نکته پایانی که در این بخش باید به با شما بگوییم است که هیچ وقت خودتان رو با دیگران مقایسه نکنید هیچ وقت خودتان با دیگران مقایسه نکنید چرا؟ چون هر کدام از شما توانمندی های خاص خودتان را دارید هر کدام با دیگری متفاوت هستیم او تفاوت هاست که شما رو میتونم موفق بسازم. پس بس باز هم به افتخار خودتان.